بسنده اعلام میکنه اگر خدا آرزویی در دلت انداخت، خیلی موقع هستش که ما میگیم دیگه الان توکل به خدا کنم، خدا کمکم میکنه، به دلم هست، برم برفرض میگم کشیش کسی رو برام دعا کنه در نام عیسی مسیح رفع مشکلم بشه، امروز برم کلیسا مشکلم حل بشه، این بر دل من هستش. میگه اگر خدا آرزویی در دلت انداخت، بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است. تو میتونی، تو فرزند خدا هستی و چون فرزند خدا هستی به راحتی میتونی در اون موقعیت قرار بگیری. و پاسکال نیز اعلام میکنه تمام فضیلت ها در فکر ماست، پس بکوشید تا خوب فکر کنید. خوب فکر کردن یعنی که خدا منو دوست داره، خدا عاشق من هست، وقتی با خدا وقت میذارم حکمت خداوند یک پند و نصیحت نیست، حکمت خدا درش توانایی هست. این سری هستش که هر ایماندار اگر متوجه بشه هرگز در زمان مشکلات و سختی ها و نیازهاش خسته نمیخوره و نمیترسه، مشروطه برای اینکه کاملا این رو درک کنه. در کتاب تثنیه 34 یک نمونه به ما میده، اعلام میکنه یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، یعنی پر بود. چرا یوشع باید از روح خدا اینقدر پر باشه؟ روح حکمت خدا. میگه چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود، یعنی موسی دارای یک قدرتی بود که وقتی دست گذاشت روی یوشع، یه دفعه یوشع پر از روح حکمت شد. بله موسی پر از روح القدس بود. زمانی که موسی خادم خداوند دست بر او گذاشت، مسیح که خدا به او داد به توسط روح القدس و یوشع که منتظر حکمت خدا بود، یوشع موسی رو خائن ندید، یوشع موسی رو دزد ندید، یوشع موسی رو زناکار ندید، یوشع موسی رو شخصی ندید که ناشایسته و نالایقه. کاری که شیطان همیشه در بین خادمین انجام داده، کلیسا انجام داده، مردان خدا و زنان ایمان رو با شایعات به طور خاص تو این عصر، با تفرقه به طور خاص تو فیسبوک، اینستاگرام، متاسفم که به راحتی میبینم کشیش هایی که سالها خداوند رو خدمت کردن، یک بار شخص یا افرادی میان به اونها توهین میزنن، اونها نیستن که این کارا میکنن، این شیطانه که پشت اونها را مجبور میکنه این کارو بکنه. چرا وقتی که مردم برن نزد شبانان، نزد کشیشان دعا بکنن، هزار تا فکر بکنه و اونجا اون مس اون خادم رو نتونه بگیره، از روح مقدسی که خدا به او داده اون شخص نتونه برکت بگیره. پس هوشیار باش، اون جایی که غیبت یک خادم خدا رو میشنوی تو هم مجرمی. وای به اون افرادی که کلم تکون میدن تایید میکنن، به زبانشون بلم میگن. انتظار داشته باش کاسه چه کنم تو دستت بگیری. زمانی که مردان خدا و زنان ایمان رو تایید میکنید که نمیتونن از طرف خدا باشن، و این هم خیلی جایگاه بدن، همه اشتباه میکنن، اما خدا اشتباه نمیکنه. خدا اشتباه نکرده کشیش کس رو اینجا گذاشته. خدا اشتباه نکرده شماها رو انتخاب کرده. پس اجازه ندید اشتباه و دانش انسانی ما باعث این بشه حکمت خدا در زندگی ما دیده نشه. اعلام میکنه یوشع از روح حکمت مملو بود چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودن. این ثمره حکمته. شما میگید سال هاست که من برفرض با همسرم مشکل دارم، هیچ موقع منو نمیفهمه، هیچ موقع منو درک نمیکنه، بچه ها منو درک نمیکنن، کارفرما منو درک نمیکنه، دوستانم منو نمیفهمن. آیا اجازه دادی فهم و ادراک خدا بر فکرشون بیاد و فقط خودت عمل کردی؟ همیشه سعی کردیم که دیگران رو عوض کنیم، غافل از این که اگر بریم در حضور خدا زانو بزنیم، خدا میگه تو باید عوض شی، رسول تو باید عوض شی، اونو عوض میشن، تو اشتباه ایستادی. حکمت خدا این گونه عمل میکنه، چون میگه خدا گفت و شد. پس آنانی که مخاطبین ما هستن باعث رنج آزار ما میشن رو از خدا بخوا که خدا این حکمت رو به تو بده و اون نیز عوض میشه و باعث برکت زندگی تو خواهد شد. و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودن
بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردن. این میوه‌ای هست که به توسط حکمت خداوند به ما داده میشه و باعث برکت زندگی ما میشه. اون اوایلی که من و خانوادم با آمریکا اومدیم، محلی که زندگی میکردیم، دوست عزیزی بود، هموطن عزیزی بود که ایشون اصلا باور به خدا نداشت و مدام هر اتفاقی توی آمریکا میافتاد ایشون در خونه ما رو میزد، در باز میکرد، میگفت بیا ببین عیسی مسیح چه کار کرد. 11 سپتامبر رو مثلا به روح ما میکشید. تا مثلا اینجا جنگ میشد گفتم بله، میگفت ببین عیسی مسیح جنگ درست کرد. یعنی مدام کارش این بودش و دیگه از این دو موقعیت گذشته و من ایشون رو بشارت بدم، ایشون داشت من رو بشارت میداد که از مسیح جدا بشن. ولی خب من برای این شخص فقط دعا میکردم چون حقیقتا دوستش داشتم، برایش دعا میکردم. یه روز همسرش اومد در خونه ما رو زد، گفت بعد رسول اگه میشه برای همسر من دعا کن، برو یه سری بهش بزن. گفتم چرا؟ گفت 20 سال یک جا کار میکرده، یک دفعه اخراجش کردم به خاطر اینکه داشته بازنشسته میشه، حالا اخراجش کردم و این داره دیوونه میشه و حالش اصلا خوب نیست. من قبل از اینکه برم پیش اون دعا کردم، روح القدس گفت فلان موقعش نیست بریم. من رفتم با اینکه همسرش من گفته بود که تمام دلم بود، اما نرفتم. فرداش دعا کردم گفتم، پس فرداش روز سوم وقتی دعا کردم روح القدس گفت الان برو، همین الانم برو. گفتم الان بعد از ظهر میرم. گفت همین الان برو. بالاخره با یک حالت نگران کنندم رفتم در اتاقش زدم، باز نکرد. دوباره زدم، باز نکرد. دوباره زدم، دیدم یه ذره درو باز کرد. اصلا من چهرهش رو دیدم ترسیدم. این آدمی که اینقدر دیسیپلین داشت، اینقدر خوشتی بود، یک تفیه دیدم موهای به هم ریخته شدیده، ریشاش در اومده، اینجوری نیا، چی میخوای؟ گفتم هیچ، من فقط اومدم بگم باهات صحبت کنم، شنیدم، متاسفم، برات دعا کنم. گفت نه نمیخوام. گفتم ببین راستیتش من نخواستم بیام، خدا به من گفت بیام. نمیدونم تو داری چه کار میکنی ولی خدا میخواد اون کارتو نکنی. یه دفعه در باز کرد. در باز کردم دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. روی میزش یک عالمه قرص بود، یه سیم بود که دو طرف لخ بود و گفتم اینجا چه خبره؟ گفت چی؟ میخوام خودم بکشم. تو هم نیومدی، تو هم اومده نمیذاری من خودم بکشم. گفتم بذار باهات صحبت کنم. شروع کردم باهاش صحبت کردم و اون شروع کرد گریه کردن و من از کلام خدا گفتم، براش دعا کردم. همون شب قلبش رو مسیح دادی. گفت چون اگر تو 5 دقیقه دیرتر اومدی من یا این قرصا رو خورده بودم یا با برق خودم رو میکشتم. حکمت خدا این هست، به موقع به ما میگه چه کار کنیم، به موقع به شماها میگه توی زندگیتون چگونه عمل کنیم، مشروطه بر این که حقیقتا این کار رو بکنیم. کلام خداوند در کل 66 کتاب نیز اشاره به این میکنه که حکمت خدا رو نیز دریافت کنیم. به طور خاص در کتاب امثال جامع در نامه یعقوب 1:5 اشاره میکنه، اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا میکند. یعنی بیشتر از اون چیزی که تو انتظار داری به شما میگه. به من گفت برو پیش این شخص و من فکر نمیکردم پیروز بشم، ولی وقتی رفتم خدا همه کارها رو انجام داده بود. دل اون شکسته بود و منتظر یک کسی بود که دل شکسته او آروم بشه و ملامت نمی کند، سرزنش نمی کنه و به او داده خواهد شد. در ادامه آیه 6 می گوید به ایمان سوال بکنید و هرگز شک نکنید. همچنین در کتاب ارمیا 33 میخونیم که اعلام میکنه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم و از آن چیزهایی که نمیدونی چیکار میکنم تو را آگاه میکنم و به تو این آگاهی رو خواهم داد. دیگه اونجا لزومی نداره. اگر من و شما از حکمت خدا پر بشیم چه لزومی داره با نقشه های انسانی، با فکر های انسانی به دنبال این باشیم که حقمون رو بگیریم، به دنبال این باشیم که از خودمون دفاع کنیم؟ چرا که اون نیست تله خواهد شد که به ما آسیب خواهد رسوند.